جونم این همه گوش همون سری درکی به همون نمیگرم استرابیاله گوشت کمیده باید در این حجم عباد باشه چند کیلوه؟ 150 کیلو تازه برای دور زبونه گرم شما گرم شور نفره برم میبرم همون سری بی اینجا این در شاشرانه گوش بازه چی داری اینجا؟ مایچه 600 گرمی این نیست که همهش هم این اندازه همهش اون درشه؟ همهش به نازمش دمه گوستانه همو سعیف این گوشتش میذاری تو دهن آب 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 وای تو ظرف جا نمیشه همو سعیف این یه سیر کم نداره چرا؟ یه سیر کاراملیش نشه؟ به به اینو پچه رو بایستادی؟ ست تا یه چلو زعفرونی چلو زعفرونی برای چی؟ برای این دنده گوساله وای بر من همون این گفتی آب 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 میشه بله سایی جونم سپرایز دارم وای بر من دل مرسان دل ما رو بردی بریم برای کشیدن؟ بریم همون سایی همون سایی اول بی اینجا رو ببینیم همش گوشت گوسفندی گوسفندی دیگه توی خوره زیاده گوشته بح همون سعید عمرم بتونی گوشت این خورش رو بشماری این قشمه زیاده؟ 100% یه لایه برنج زردی یه الان برای دو نفر شد چیه؟ همون سعید بیشتر غذای پیاله همینطوریه حجمش خوبه؟ بله گرشت و خلال بادوم و پسته این قیمرس ها کارش تمومه؟ نمو سعید از به جنسش مونده روغن کرمونشایی آبی با حالی بلا هم میاد؟ 100% اما به نام برای بیزن که بریزیم به به چه تصویری تمام جانم نگاه کن به به مرحله آخرش زرش کشه و دیگه چی؟ خلال پسته و بادوم این تموم الان؟ نه همون سعید تا شیادم میرم شیادت میرم روغن وای بر من اینجا رو ببین اینجا رو ببین روغن کرمانشاه این هم کوبیده 300 گرمی بود 300 گرم جانم از گوشش گوسفندیه؟ بله از ظرف میزنه بیرون برم عجب دوستان سلام امروز اومدیم رستوران تاریخی پیاله اینجا میشه هم تاریخی هم جذابه اینجا مجیدیه شمالی سراح پیاله رستوران پیاله انقدر قدیمی اسم سراحی هم به نام این رستوران گذاشتن خیلی باحاله کلی هم آثار باستانی و تاریخی تو در دیوار اینجا کار شده یکی از جذابیت‌های رستوران پیاله محیط زیباشونه تک تک این آیتمایی که می‌بینید توی دیوار کار شده همه‌شون قدیمیه همه 100 سال 200 سال تاریخ داره اینجا رو ببینید این ستون رو ببین کلی چراغ و مجسمه قدیمی اینجا کار شده این کوزه رو اینجا به حال کوچولو خیلی خوبه فکر کن هر کدوم از این آیتما نزدیک 200 سال عمرشه حالا این سر یه چیز خیلی باحالم که داره این گربه رو نشون رسید این گربه رو ببین چقدر باحاله میگفتن این قدیمی‌ترین آیتمشونه و خیلی با حال یه سماور هم وجود دارن که از همونجا چای می‌ریزن میارن خدمتتون سماور زغالی راستی برام میدونستی اینجا لوکیشن کلی از فیلم‌های قدیمی بوده اینم از ریبز در زیر خمی ببین چی شده سعید دوستان اگه تا 15 خرداد از طرف پیج ما بیاید رستوران پیاله با قدمتی از سال 1329 با سفارش هر غذای اصلی چای و باقلوا رو مهمون اینجا هستید اینجا یه دکور خیلی قشنگ داره کلی وسایل قدیمی تو خود دل دیوار کار شده حتما بیا اینجا هم غذاهاشون خوبه هم فضاشون فوق العاده است راستی آقا اینم یه شعر گفتی اون شعر آره دستی بر آتش دارن جون میگیره هر کی بیاله هر کی بیاد رستوران پیاله به به ببین چه شعری گفته با این روغن کرمانشاهی که توی این برنج میزنی شما حتما حال میاد طرف جون میگیره این عجب غذاهای راستی اینجا صبحونه شون هم راه افتاده پنج شنبه ها و جمعه ها صبحونه دارن انواع املتا صبحونه انگلیسی ایرانی اما بنا جانم کله پاچه هم داریم کجای تهران دیدی رستوران صبحونه کله پاچه هم بده دیگه چه شود غذاهایی حالا بریم سراغ این غذایی که سر میزه از اون سمت شروع کنیم این میشه باقالی پلو با ماهیچه که روش خمیر میکشن میره رو تنور بعد میاد سر میز اینم که زرش پلوشونه حجم غذا خوب سس هم کنارش داره و تدیک تچینی شیشتی چه دو بندی و درشت هستش انصافا
کباب لقمه 300 گرمی از پیش غذا هم میرزا قاسمی و کشک بادمجون گرفتیم. این هم که دلبر معروف معرکه است قزوین قزوین و این دو نفر است. بله آقا حجمش خیلی بله بله این اینه گذشه جدا خودش دیدی؟ گذشه جدا خودش این ریبزیه که به قول آقا بنام تو درجی آب میشه فوق العاده است. هم محیط خوب هست هم غذای خوب جاتون هم خالی بچه ها. راستی یه نکته دیگه نوشیدنی های طبیعی هم دارن که کنار غذا واقعا مزه میده. چای باقلوا هم که مهمون پیاله هست. جاتون خالی بچه ها بفرمید اراده تو هم حسش برده برده.